در تحولی مهم در سیاست هند، 26 حزب اپوزیسیون مخالفان ائتلافی فراگیر در برابر دولت حاکم تشکیل دادند. رهبران این احزاب به منظور نمایش قدرت و همبستگی خیش با برگزاری نشستی بر عزم مشترک خود به منظور همکاری برای پیشرفت همه جانبه و بهبود بخشیدن به اوضاع هندوستان تأکید کردند. در این نشست چهره‌های شناخته شده همچون سونیا گاندی، رئیس رهبر کهنه‌کار حزب کنگره ملی و ماماتا باندریجی از حزب کنگره تریناموله تمام هند و تنی چند از چهره‌های شناخته شده سیاسی به چشم می‌خورند. ایجاد اجماع در مورد مسائل مهم ملی از جمله چالش‌های اقتصادی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و بیکاری، نگرانی در مورد محیط زیست و رفاه کشاورزان از جمله اهداف مشترک اعضای این ائتلاف طی این نشست اعلام شده است. نشست بعدی به زودی در بمبئی برگزار می شود و اعضای این ائتلاف بر کنار گذاشتن اختلافات و توجه همه جانبه به توسعه و پیشرفت در مسیر آینده هندوستان تأکید کردند. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر. صدای منو دارین. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگانتون. عرض ادب و احترام آقای دکتر. آقای دکتر، تا چه حد ائتلاف شکل گرفته میان احزاب مخالف دولت هندوستان را برای پیروزی در رقابت‌های پیش رو تاثیرگذار می‌دونید؟ بفرمایید. خدمت شما عرض بکنم، با توجه به تحولاتی که در هند از سال 2014 اتفاق افتاد و حزب بی جی پی یا بهاراتا جاناتا که به رهبری مودی نخست وزیر فعلی حاکم شد، در واقع با توجه به نگرش بسیار ملی‌گرایانه این حزب و مشکلاتی که در عدم توفیق بر اجرای سیاست‌های سیاسی در داخل کشور هند ایجاد شد، این ائتلافی که در واقع با تجمیع 26 حزب در هند صورت گرفته و با رهبری حزب کنگره که رئیسش در واقع مالیک آرجون هست، از وفاداران به جریان گاندی، این نشست رو برگزار کردن که در ایالت بنگلور بوده اگه اشتباه نکنم، که بتونن در سال آینده در ماه می سال آینده یا اردیبهشت یا خرداد سال آینده به صورت ایالتی بتونن در مقابل سیاست‌های نخست وزیر فعلی در واقع اقدامات سیاسی و اقتصادی مشترک انجام بدن که برای انتخابات بتونن پیروز بشن. من شانس در واقع این ائتلاف رو به لحاظ اینکه از حیث تاریخی مردم هند خیلی علاقمند به خانواده جواهرلال نهرو و در واقع ایندیرا گاندی، راجیو گاندی و سونیا گاندی که در واقع مادر راهول گاندی هست از رهبران حزب کنگره که در این ائتلاف شرکت دارن، من شانس رو بیشتر میدونم. یکی از دلایل دیگه‌ای که در واقع میشه گفت میتونه اثرگذار باشه بر موفقیت در واقع نخست وزیر فعلی اینه که جهتگیری‌های سیاسی اقتصادیش رو در خارج از کشور تقویت بکنه که میتونه علیه این ائتلاف در واقع مؤثر باشه، یعنی این ائتلاف رو در صحنه داخلی هند از این رقبایی که ائتلاف تشکیل دادن بربایه. آقای دکتر، پیروزی یا شکست این ائتلاف چه تأثیری میتونه در وضعیت مسلمانان هند داشته باشه؟ بفهمید. ببینید، جمعیت مسلمانان در واقع 30% کل جمعیت هند هست. اگه ما به طور مشخص روی جمعیت شیعیان ما بخوایم صحبت کنیم، این رو من بهش خاطر نشان بکنم، متاسفانه یک انتقاد بزرگی که در واقع علیه نخست وزیر فعلی آقای مودی هست اینه که ایشون سیاست‌های به شدت ملی‌گرایانه به نفع هندوها رو پیش برده و در ایالت گجرات که 12% مسلمانان در این ایالت هستند، فراخوان‌هایی رو برای تشدید در واقع فشار و ضدیت با مسلمانان ایجاد کردن. به طور تاریخی میتونیم در این 10 سال اخیر میتونم اینو خدمت شما عرض بکنم که مسلمانان متاسفانه تحت تاثیر اختلافاتی که
با هندوها دارن و بعضا سیاست های محلی و ایالتی علیه مسلمانان خیلی نقش چشمگیری در مسائل سیاسی نداشتن و قربانی توافقاتی بودن که با برخی سیاستمداران در سطح کلان انجام دادن. اتفاقا من فکر میکنم که مسلمانان برای اینکه بتونن در جامعه هند یک ساختار منسجمی رو ایجاد بکنن به ویژه شیعیان، باید بتونن به این ائتلاف بپیوندن و یک شبکه سازی بسیار دموکراتیک رو برای توزیع قدرت از این ائتلاف بخوان و بتونن نقش سیاسی در صحنه فعلی هند رو داشته باشن. تشکر میکنم از شما آقای دکتر ابراهیم روشندل. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن با ما همراه بودند.